معدنچی ها چراغ هایشان را خاموش کردند باید در مصرف هوا صرف جویی می تاریکی در برشان گرفت هیچ کس حرف نمیزد. سکوت بود و تنها صدای قطره آبی که هر پنج ثانیه از سقف می معدنچی پیر گفت هوای کمی برامون مونده زیاد نفس نکشید معدنچی آرام و به نجوا حرف میزد. با این حال تیرهای سقف قشقش ضعیفی قش کردند. معدنچی ها گوش تیز کرده بودند به صدای یک کلنگ، به صدای نجات، به صدای زندگی. ساعتها صبر کردند اما واقعیت کم کم در تاریکی محو می شد. انگار همه چیز از قبل اتفاق افتاده بود در یک دنیای دور یا شاید در آینده در یک دنیای کاملا دور افتاده بیرون معدن مردم زمین را می کندند تا به آنها برسند. همه چیز شبیه صحنه ای از یک فیلم بود. طوفان شدید است. از آن طوفان هایی که آدم را می ترساند. عادت دارم وقت طوفان در خانه بمانم. اما یکی از دوستهایم عادت دارد هر وقت طوفان می آید برود باغ وحش. روزهایی که بیشتر مردم پنجره های توفانگیر می بندند یا آب معدنی ذخیره می کنند، دوست من بارانی را می پوشد، دو قوطی نوشیدنی در جیبش می گذارد و از خانه بیرون می زند. روزهای طوفانی باغ وحش تعطیل است. اینجور وقتها جلوی باغ وحش می نشیند و نوشیدنی را می خورد. اگر شانس بیاورد و باغ وحش باز باشد، یک سیگار خیس روشن می کند و زل می زند به حیوانها. بیشتر حیوانهای باغ وحش، حین طوفان به پناهگاه هایشان می روند. بعضی هایشان هم نگاه بی تفاوت خود را به باران می دوزند. دوست من در روزهای عادی هیچ فرقی با بقیه آدمها ندارد. در یک شرکت صادراتی کار می کند، یک ماشین کار تمیز دارد، مجموعه آثار بالزاق و یک دست کت شلوار مشکی مرتب. از همان کت شلوارهای مناسب مراسم تدفین. هر بار کسی می میرد، من به او تلفن می کنم و می گویم می شلوار تو قرض بگیرم؟ دوستم همیشه با روی باز قبول می کند. یادم است بار قبل وقتی به خانهش رفتم کت و شلوارش مرتب روی میز آماده بود. دوستم در یخچال را باز کرد و دو قوطی نوشیدنی بیرون آورد. یکی را به من داد و یکی دیگر را خودش سر کشید و به تلویزیون خیره شد. تلویزیون مستند حیوانات پخش میکرد دوستم همانطور که به تلویزیون خیره بود گفت دو هفته پیش تو هوکایدو بودم. تو باغ وحششون یه گربه دیدم. یه گربه معمولی. باورت میشه؟ گربه رو گذاشته بودن تو قفس رو تابلوش هم نوشته بودن گربه خنده داره نه؟ خب شاید تو هوکایدو گربه کمه دوستم از سر تعجب به من خیره شد گفتم از یه زاویه دیگه بهش نگاه کن اصلا چرا نباید تو باغ وحش گربه باشه؟ داد زد کی پول میده بیاد گربه و سگ ببینه سر برگردونی دورورت پره با اینکه من و دوستم شباحت های زیادی داشتیم اما بیشتر وقتها نمی توانستیم زیاد با هم حرف بزنیم. حرف های من زود به بمبست می رسید. ترجیح دادم زودتر بروم. کت و شلوار را در ساک بزرگ کاغذی گذاشتم. گفتم ببخشید همیشه مزهم میشم. دوست ندارم برای خودم کت و شلوار مشکی بخرم. اینجوری احساس میکنم دارم میگم اگه کسی مرد خب مرد دیگه من لباس مشکی دارم دوستم گفت اشکال نداره من لازمش ندارم راست میگفت در آن سه سالی که کت شلوار را خریده بود حتی یک نفر از دوستان و نزدیکانش هم نمرده بودند برعکس من برای من آن سال سال مرگ بود سال تشی جنازه سال کت شلوار مشکی معمولا مرگ یک شاعر در یک سالگی است یک انقلابی یا یک ستاره ی راک در قص 4 سالگی میمیرد. وقتی از این سن عبور می‌کنی، انگار از منحنی مرگ گذشته ای با خودت فکر می‌کنی دیگر همه چیز امن است و آن وقت شروع می‌کنی به زندگی عادی. اما درست در همان وقت، کشدار غیرمنتظره شروع می‌شود. برای من هم همین طور بود. اولین کسی که بین مرگ و زندگی گیر کرده بود، هم دانشگاهی سابقم بود. هم دانشگاهی هم بالاخره تصمیمش را گرفته بود. بعد از ظهری از فروشگاه دو قوطی خمیر ریش خریده بود. بعد به خانه برگشته بود و وان را پر از آب کرده بود. چند لحظه بعد آب وان از خون قرمزش رنگی شده بود. هم دانشگاهی هم برای همیشه از بین ما رفت به همین سادگی. پلیس مرگ او را خودکشی اعلام کرد. هیچ وقت هم کسی نفهمید هم دانشگاهی هم چرا روز مرگش دو قوطی خمیر ریش خریده بود. آن هم وقتی تصمیم نداشت مصرفشان کند. مرگ یک مرد در بیست و هشت سالگی مثل یک باران زمستانی غمگین است. سنی که گمان می کنی دیگر از خط مرگ گذشته است. بعد از آن چند دوست دیگر هم به شکلهای مختلفی مردند. یکی از حمله قلبی، و دوست دیگری در تصادف با یک کامیونه نوشیدنی بعد از مراسم برای پس دادن کت و شلوار به خانه ی دوستم رفتم او باز هم مشغول دیدن مستند حیوانات بود به دوستم گفتم امیدوارم کت شلوار توی مراسم ختم نگرفته باشه دوستم گفت لباس مهم نیست مهم چیزیه که داخلشه امه. دوستم گفت امسال چند تا مراسم ختم رفتی؟ انگشت های دست چپم را باز کردم و شمردم. پنج تا. ولی فکر کنم دیگه تموم شد. مطمئنی؟ آره به اندازه کافی مردن. دوستم گفت مثل یه افسانه قدیمیه. میگن یه نفرینی هست که هر شهری دوچارش بشه آدما پشت سر هم میمیرن. اونقدر می میرن تا یه ستاره قرمز بیا تو آسمون. دوستم کمی مکس کرد. تو یه کم افسرده نیستی؟ گمونم نصف شبا زیاد فکر می کنی. باید فکر کردن های نصف شبا بذاری کنار. گفتم چی جوری می فکر نکنه؟ من هر وقت افسردگی میگیرم خونه رو تمیز میکنم. حتی اگه نصف شب باشه. ظرفا رو میشورم اجاق رو تمیز میکنم زمین رو جارو میکشم لباسا رو اتو میکنم وقتی سرت گرم باشه کمتر فکر میکنی به اطراف نگاه کردم همه جا مثل همیشه تمیز بود دوستم انگار یاد چیزی افتاده باشد گفت آدم نصف شبا فقط یاد بدبختیاش میافته، مخصوصا ساعت سه صبح حتی حیوانا هم نصف شب به چیزای خوب فکر نمی کنند تالا ساعت سه صبح رفتی باقی وحش؟ نه من یه بار رفتم انگار زمین دهن باز کرده بود و از تو دل تاریکی یه چیزی بیرون میزن. شاید غم بود شاید وحم نمیدونم چون نمیتونستم ببینمش اما حسش میکردم مطمئنم حیوانا هم حسش میکردن نمیدانستم چه بگویم همان موقع تلفنش زنگ خورد. دوستم به تازگی با خانمی آشنا شده بود. میخواستم بگویم دیگر رفع زحمت میکنم اما تلفن دوستم تمومی نداشت. از انتظار کشیدن خسته شدم. تلویزیون را روشن کردم. اخبار پخش میشد. همه چیز شکل همیشه بود. خبرهای تکراری، مسابقات شنا، یک آتش سوزی بزرگ، خودکشی خانوادگی، انگار همه خبرها به هم مربوط بودند. مثل آدمهایی هایی که در یک عکس فارغ و تحصیلی دبیرستان کنار هم ایستاده باشند. دوستم از اتاق بیرون آمد و گفت خبر جالبی هم هست؟ گفتم نه. دوستم گفت خوبی تلویزیون اینه که هر موقع بخوای میتونی خاموشش کنی. بعد تلویزیون را خاموش کرد. صفحه تلویزیون سیاه شد. یک لحظه اتاق ساکت و بی حرکت ماند. هیچ کداممان حرفی نزدیم. پنج دقیقه گذشت. تلفنش دوباره زنگ خورد. دوستم وانمود کرد صدای زنگ را نمی و تلویزیون را روشن کرد. تصویر خیلی زود دوباره روی صفحه آمد. ببینی؟ تلویزیون حتی متوجه نشد با پنج دقیقه خاموشش کردیم. فکر کردن به چنین مسائلی سخت بود. برای همین فقط سر تکان دادم. دوستم تلویزیون را دوباره خاموش کرد. بعد نگاه هم کرد و گفت وقتی تلویزیون رو خاموش میکنی یه طرف دیگه وجود نداره. به نظرت این ماییم که نیست یا تلویزیون. تو فقط رو فشار میدی و بعد رابطه خاموش میشه. خیلی ساده. گفتم اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد. دوستم دوباره تلویزیون را خاموش کرد و گفت بله هزار جور دیگر میشه فکر کرد به نظرم این موضوع خیلی شبیه به مردنه وقتی یه چیزی خاموش میشه یعنی نیست انگار مرده دیگه رابطه ای نیست موضوع اینه هر مرگی حتما مراسم ختم نداره مرگای زیادی هست که ما اصلا نمیدونیم وجود دارن مرگای زیادی که ما نمیبینیم مرگای زیادی که اصلا دیده نمیشن من سکوت کردم احساس میکردم میفهمم از چه حرف میزند در عین حال از منظورش سردر نمی آوردم. بعد از آن همه مرگ آخر سال مهمانی برپا بود مهمانی سال نو قطعه پیانوی آرام در سالن نواخته میشد. مهمانی های شلوغ معمولا با روحیه من سازگار نیستند. ولی این مهمانی بی درد سر بود. کار دیگری هم نداشتم. بنابراین به مهمانی رفتم. گوشه سالن ایستاده بودم. سعی می کردم تا جایی که ممکن است دیده نشوم. دوست نداشتم به غریبه ها معرفی شوم و ساعتها به حرفهایشان گوش بدهم. اما آن شب یکی از دوستهایم مرا به خانومی معرفی کرد. از روی ادب گپ کوتاهی با زن زدم و دوباره به گوشه پناه بردم. اما زن باز هم سراغم آمد. زن دوستانه گفت خودش خواسته او را به من معرفی کند. زن جذابی بود. لباس سبز ابریشمی گران قیمتی هم پوشیده بود. حد زدم باید سی و دو سالی داشته باشد. زن گفت شما شبیه یکی از دوستامی نحوه ی حرف زدنت رفتارت نمیدانستم چه بگویم زیر لب گفتم چه جالب دوست دارم این دوست رو ببینم زن لبخند کوتاهی زد و گفت نمیشه دوستم مرده واقعا بله خودم کشتمش همان موقع قطعه دوم پیانو تمام شد زن کمی به من نزدیکتر شد و پرسید موسیقی رو دوست داری؟ بله البته اگه موسیقی خوب تو دنیای خوب شنیده بشه زن انگار رازی را بگوید آهسته گفت تو دنیای خوب موسیقی خوب وجود نداره تو دنیای خوب هوا هیچ وقت به هم نمی ریزه. نمی چه جوابی بدهم. برای همین فقط گفتم میفهمم. زن گفت فیلمی که وارن بیتی توی یه کلوپ شبونه پیانو می زنه رو دیدی؟ آره. الیزابت نقش یه آدم فقیر و بدبخت رو داره. وارن بیتی ازش میپرسه پرسه چی می خواهی؟ می گویم خیلی یادم نمیاد گفت چی میخواد؟ زن میگوید فیلم خیلی قدیمیه من هم زیاد یادم نمیاد فقط میدونم از خواهش متنفرم خواستن منو افسرده میکنه زن سیگاری روشن میکند آرام گفتم چطور کشتیش؟ انداختمش توی یک کندوی اصل شوخی میکنی مگه نه؟ آره زن بلند بلند خندید. به جای اینکه نفس راحتی بکشم یک قلوب آب پرتغال نوشیدم. یخ آب شده بود و نوشیدنی دیگر مرزی آب پرتغال نمیداد. زن خندهاش را قطع کرد و به من خیره شد. البته من نه قانونن قاتل هم نه اخلاقن. اما من یه نفر رو کشتم. گوشه سالن یک نفر بلند خندید. آدم های کنارش هم خندیدند. گفتم قانونی و اخلاقی مقصر نیستی ولی یه نفر رو کشتی زن گفت درسته یه نفر که شبیه تو بود هر دو سکوت کردیم بعد از چند دقیقه زن گفت هیچ وقت به مرگ فکر کردی؟ یه وقتایی چطور؟ میتونی یه گل مینا رو بکشی؟ فکر کنم تست شخصیت درسته؟ تقریبا زن باز هم خندید گفتم خب قبول شدم؟ آره زندگیت همیشه خوبه نگران هیچی نباش یه حس درونی به هم میگه تو زندگی طولانی و خوبی داری بی مقدمه گفت سه سال پیش تراموا پدرشوهرم زیر گرفت و کشت من چیزی نگفتم فقط به چشمایش نگاه کردم یکی از مدادهای جامدادی را انتخاب کردم با نوشتر تاریخ مدادم را امتحان کردم خوب بود زن گفت شب اول اکتبر بود سه سال پیش بارون شدیدی میومد روی کاغذ نوشتم پدرشوهر سه سال پیش تراموا باران شدید شب احتمالا پدر از چیزی خیلی گیج بوده و یرنه امکان نداشت رو ریل خوابش ببره با خودم فکر کردم آدم چقدر باید گیج باشه که روی ریل تراموا خوابش ببره زن آرام شده بود پرسیدم چند سالتونه؟ من؟ بله اگه جسارت نباشه زن بینیش را خاراند بینی زیبا و صافی داشت حد زدم بینیش را تازه جراحی کرده باشد. سی و پنج سالمه. پدرشوارتون وقتی مرد چند سالش بود؟ شست و هشت. شغلش چی بود؟ پدرشوارم یه روحانی بودایی بود. روی کاغذم یادداشت کردم. روحانی بودایی شست و هشت. زن گوشه مبل راحتی نشسته بود، من روی صندلی چرخان پشت میزم نشسته بودم. لباس زن سبز گلبهی بود، رنگ جورابش با رنگ کفشش هماهنگ بود. پاشنه کفشش بیشتر شبیه یک سلاح مرگبار بود تا پاشنه کفش. پرسیدم، به خاطر مرگ پدرشوهرتون اومد این سراغ من؟ نه، ربطی به پدرشوهرم نداره، من به خاطر همسرم اینجا. همسرتونم هم روحانیه؟ نه توی شرکت سرمگذاری کار میکنه کارگزار بورسه به نوک مدادم نگاه کردم میخواستم ببینم تیز هست یا نه منتظر ماندم ادامه دهد بعد از مرگ پدرشوهرم مادرشوهرم تنها بود مادر شوهرم حالش خوب نبود هر وقت بارون می اومد دوچاره حمله عصبی میشد به خاطر که پدر شوهرم توی یه شب بارونی مرده بود شوهر من تنها بچهشون بود برای همین مادر شوهر اومد ساختمون ما. من و همسرم طبقه 26 هم بودیم. مادر شوهرم طبقه 24. همه چیز رو یاد کردم. مادر شوهر طبقه 24 هم. شوهر زن دوباره بینیش را خارند. مادر شوهرم 63 سالشه. شوهرم 40. البته شوهرم ماه دیگه 41 سالش میشه. اگه اگه اتفاقی براش نیافتاده باشه. به زن نگاه کردم. با اینکه مشتاق بودم زودتر موضوع پرونده جدیدم را بفهمم، اجازه دادم بیشتر تمرکز کند. زن بعد از چند دقیقه گفت: مادر هر وقت دچار حمله عصبی میشه به ما زنگ میزنه. شوهرم میره پایین و سعی میکنه آرومش کنه. یه شنبه یه هفته پیشم همین اتفاق افتاد. زن چند لحظه مکس کرد. انگار حرف زدن در مورد تلفن آن روز برایش سخت بود. دوباره گفت ساعت ده صبح مادر شوهرم زنگ زد. گفت حالش بده. همسرم میخواست بره بازی گلف اما به خاطر بارون نرفت. همین که مادرش زنگ زد گفت میره پایین و زود برمیگرده گفت صبوره رو آماده کنم تا بیاد خب اما شوهرم دیگه برنگشت از اون روز قیب شده مادر شوهرم هم ازش خبر نداره روی کاغذ نوشتم قیب شده بین طبقه 24 و 26 از زن پرسیدم مشخصات شوهرتونو بگین شوهرم 173 سانته حدود 70 کیلو وزنشه ما هر روز صبحونه کیک میخوریم اون روزم وقتی شوهرم رفت پای من کیک میپختم چند دقیقه یه بعد شوهرم زنگ زد گفت حال مادرش بهتره و داره میاد بالا گفت زودتر کیکو آماده کنم به پلیس خبر دادی شوهرتون غیب شده زن عصبانی شد جوری که انگار سوال خیلی احمقانه ای پرسیدم گفت معلومه که خبر دادم اما پلیسا کاری نمیکنن گمونم فکر میکنن شوهرم از خونه فرار کرده ولی شوهرم هیچی همراش نبرده نه کارت شناسایی نه گواهی نامه هیچی تازه قبل گم شدن به من زنگ زد گفت صبونه رو آماده کنم کسی که بیخواد فرار کنه هیچ وقت ازتون نمیخواد براش کیک درست کنید درسته؟ شوهر تو مری رفتن به آپارتمان مادرش از پله استفاده میکنه یا آسانسور شوهرم از آسانسور متنفره همیشه از پله ها میره کل بیست و شیش طبقه را از پله میرو و میاد. روی کاغذ یادداشت کردم. کیک، قیب شدن، پله ها آسانسور. زن گفت، شما پرونده شوهر منو قبول میکنید؟ نیازی به فکر کردن نبود. این دقیقا همان چیزی بود که میخواستم. پرونده مرموز، گم شدن یک مرد بین طبقه 24 هم تا 26 آپارتمان عالی بود با این حال نگاهی به برنامه های من داختم و وانمود کردم چند چیز را پس و پیش می کنم. گفتم خوشبختانه امروز عصر را زدم اگه زحمتی نیست منو ببرید ساختمونتون یعنی پرونده رو قبول کردین؟ بله اما هنوز درباره حق کاله صحبت نکردیم من پول نمیگیرم. زن سردرگم نگاهم کرد. گفتم من پیدا کردن آدمای گم شده رو دوست دارم. براش پولی نمیگیرم. شوهرم همیشه میگفت به چیزای مفتی اعتماد نکن. هم. البته حق داشته. ولی منبع درآمد من از یه جای دیگه است. پیدا کردن آدمای گم شده بر من موضوع خیلی مهمیه. خودم بهش علاقه دارم. زن نگاهی به کفشایش انداخت. شاید فکر میکرد میتواند برای دفاع از خود از آنها استفاده کند. زن از کیفش پاکت پولی بیرون آورد. سرم را تکان دادم و گفتم من پول نمیگیرم. زن اخم کرد و پول را داخل کیفش گذاشت. من هم بداد فرسودم را داخل جامدادیم گذاشتم و همراه زن به ساختمانشان رفتم. زن با پاشنه های تیز مرا به ساختمانشان برد. آپارتمان خودشان در طبقه 26 و آپارتمان مادر شوهرش در طبقه 24 را نشانم داد. به راه پله رفتم. یک راه پله پهن طبقات را به هم وصل می کرد. باید اعتراف کنم راه پله عجیبی بود. عجیب و زیبا. بین هر پنج طبقه در پاگرد پله ها یک کاناپه بود. کنار کاناپه یک پنجره قدی و روبروی آن یک آینه دیواری بود. یک جاسیگاری پایدار هم جلوی کاناپه بود. از پنجره آسمان پیدا بود. پنجره قفل بود و نمیشد آن را باز کرد. زن گفت: ممنون میشم به همسو یا چیزی نگین من به هیچکی نگفتم شوهرم قیب شده. حتما شما خودتون هم از این پله ها استفاده میکنید؟ زن ابروهایش را بالا انداخت. نه من از آسانسور استفاده می کنم. با کفشوی پاشندار رفت آمد از پله ها خطرناکه. میخواستم تنها باشم و همه چیز را خوب بررسی کنم. برای همین از زن خواستم به مدیر ساختمان بگوید من بازرس بیمه هستم. ممکن بود کسی فکر کند من دزدم. آن وقت حتما دوچار درد سر می زن رفت. سعی کردم خوب تمرکز کنم. برای این مردی که بین دو طبقه قیب شده چه سرنخی وجود داشت؟ سه بار پله های بین دو طبقه را بالا و پایین رفتم. اطرافم را با دقت بررسی کردم. متاسفانه همه پله ها دستمال کشیده و تمیز بود. هیچ سرنخی جا نمانده بود. بالا و پایین رفتن بیوقف از پله ها خستم کرد. چند دقیقه روی کاناپه استراحت کردم. کاناپه عالی نبود اما برای استراحت خوب بود. آینه ای درست روبروی کاناپه و در بهترین زاویه بود. آینه نور خورشید را به صورتم بر گردند. به تصویر خودم در آینه خیره شدم. شاید همسر آن زن هم اینجا استراحت کرده بود. شاید به تصویر خودش در آینه نگاه انداخته و از خودش پرسیده چند سالش است. شاید به صورت اصلاح نشدهش خیره شده بود. به موهایم نگاه کردم. کمی بلند شده بود. موهای پشت گوشم هم فر خورده بود. گوشه ذهنم یادداشت کردم سری به آرایشگاه بزنم. به لباسهایم هایم نگاه کردم. رنگ کفش هایم به رنگ شلوارم نمی آمد. در انتخاب رنگ جورا با لباس هم خیلی سلیقه به خرج نداده بودم. آینه ی جلوی کاناپه ایده ی ای بود. هیچ کس نمی توانست از تصویر خودش فرار کند. شوهر آن زن در آینه چه دیده بود؟ تصویر من در آینه دقیقا همان من همیشگی بود. یک مرد چل و پنج ساله و مجرد که دنبال گم شده ای می گردد. از روی کاناپه بلند شدم. دوباره از پله ها بالا رفتم. به کیک های تازه پخته شده فکر کردم. هرچه بیشتر به کیک و صبحانه فکر می کردم گرسته تر می شدم. از صبح فقط یک سیب کوچک خورده بودم. دلم ضعف رفت. دوباره روی کاناپه نشستم. به ساعتم نگاه کردم. دوباره به آینه نگاه کردم. خود همیشگیم را آنجا دیدم. دست راستم را بالا آوردم. تصویرم در آینه دست چپش را بالا آورد. از روی کاناپه بلند شدم و کمی بعد از ساختمان خارج شدم. از آن روز هر روز رأس ساعت یازده به پله های ساختمان سر می زدم. به مدیر ساختمان یک جعبه شکلات هدیه داده بودم برای همین مجوز سرکشیدن کشیدن به همه جای ساختمان را پیدا کرده بودم. تقریبا روزی 20 بار از پله ها بالا و پایین می رفتم. بعد روی کاناپه استراحت می نشستم و به تصویرم در آینه نگاه می کردم. رفته بودم. لباسهایم را هم هماهنگ کرده بودم اما حتی یک سر نخم پیدا نکرده بودم. با این حال ناامید نشدم. هر روز هزار بار از خودم می مرد بین دو طبقه کجا می توانست رفته باشد. در حین رفت آمد ها متوجه شدم آدم های دیگری هم هستند که از پله استفاده می کنند. چون رفته رفته سر مثل کاغذ شیرینی یک تک سیگار حتی روزنامه باطله پیدا کردم. بعد از ظهر یک شنبه من مردی که از پله ها بالا می دوید برخوردم. مرد ظاهری جدی داشت با لباس و کفش ورزشی سبز. از مرد همسایه درباره مرد گم شده سوال کردم. مرد همسایه خیلی سریع گفت یک بار او را دیده. او هم از پله ها استفاده می کرده. مثل چند نفر دیگر از ساکنان. مرد گفت این طرف جای خوبی برای دویدن نیست. پله ها برای ورزش قنیمتن. پرسیدم اسم آنهایی که از پله ها استفاده می کنند را می داند مرد فقط چهره ای آدم ها را به خاطر می سپرد. اسامی ساکنین را نمی دانست. مرد این را گفت بلا فصل دوید و رفت. سهشنبه روی کاناپه نشسته بودم. پیر مردی به طرفم آمد. پیر مرد موهای خاکستری و عینک داشت. لباسهایش اتو کشیده و تمیز بودند. پیرمرد کنارم نشست و گفت: میتونم سیگار بکشم البته راحت باشین پیر مرد گفت دود سیگار همسرم و اذیت میکنه هر وقت میخوام سیگار بکشم میام اینجا شما سیگار میکشید دوازده سال پیش ترک کردم من باید ترک کنم اما میدونین سیگار خریدن تنها چیزیه که باعث میشه از خونه بیام بیرون در واقع یه جو ورزشه پس شما برای سلامتیتون سیگار میکشید. <applause> پیرمرد خیلی جدی گفت دقیقا. لبخند زدم و پرسیدم شما اون آقایی که طبقه 26 هم شم شماره 2069 زندگی میکنه رو میشناسین؟ ولی ایشون گاهی روی این کاناپه استراحت میکنه. کیه معمولا اینجا چی کار میکنه؟ دقیقا نمیدونم فقط اینجا میشینه به یه گوشه خیره میشه. فکر نمی کنم سیگار بکشه به نظرتون به چیز خاصی فکر میکنه؟ من فرق بین فکر کردن و خیره شدن به هوا رو نمیدونم فقط میدونم ما بیشتر وقتا فکر میکنیم تا نباشیم البته گمونم اینو دکارت میگه در هر صورت سوالتون سخته پیرمرد پک عمیقی به سیگار زد پرسیدم آیا همسایه هیچ وقت با شما در مورد مشکلات کار یا خونه حرف نزده بوده؟ پیرمرد به نشانه ی نه سرش را تکان داد. پیرمرد گفت: میدونید آب همیشه کوتاهتری مسیر انتخاب میکنه. کوتاهتری مسیر با آب به وجود میاد. شکل فکر کردن آدمام هم همین جوریه. باید به شما بگم من و ایشون هیچ وقت در مورد مسائل عمیقی مثل کار یا خونه با هم حرف نزدیم. فقط گاهی در مورد آب و هوا با هم گپ می زدیم. گفتم میفهمم و ببخشید وقتتون رو گرفتم. پیرمرد انگار حرف من را نشنیده باشد بلند گفت گای آقاد ما احتیاجی به کلمات نداریم. برعکس این کلمات هستن که به ما احتیاج دارن. اگه ما اینجا نباشیم کلمات اعتبار و ارزششون رو از دست میدن. مثل خیلی از حرفا که هیچ وقت زده نشده. گفتم شبیه یه معمای زن میمونه پیر مرد گفت دقیقا و آهسته بلند شد و رفت جمعه بعد دختر بچه را دیدم به نظر میرسید دخترک اول دبستان باشد دخترک کوچک خیره در آینه روی کاناپه نشسته بود و زیر لب آوازی را زمزمه میکرد با دیدن من آوازش را قطع کرد. پرسیدم مدرسه تعطیله؟ دختره گفت نمیخواد در مورد مدرسه حرف بزنه. گفتم باشه در مورد مدرسه حرف نمیزنم. تو توی همین ساختمون زندگی میکنی؟ بله طبقه 27 پرسیدم همیشه از پله ها استفاده میکنی؟ دختر با اخ گفت آسانسور بوی بدی میده منم از پله ها میام بالا. خسته نمیشی؟ دختر بدون توجه به سوالم گفت بیشتر به خاطر این آینه است. این آینه از بقیه آینه های راپله خوبتره. آدم بهتر نشون میده. منظور چیه؟ بیا خودت نگاه کن. یک قدم رفتم جلو. رو به آینه چرخیدم. مدتی به تصویرم خیره شدم. تصویرم در آینه چاقتر و سرحالتر از من بود. با صدای دختر به خودم آمدم. بچه داری؟ نه ندارم. مامانم گفته با مردو که بچه ندارن حرف نزنم. احتمالش هست آدم خوبی نباشن. من با مامانت موافقم. باید مراقب باشی. دختره گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم دنبال یه چیزی میگردم. چی؟ دقیقا نمیدونم شاید یه در باشه. چجور دری؟ نمیدونم شاید اصلا در نباشه. راستش نمیدونم چیه. مطمئنم هر چی هست وقتی ببینمش میشناسمش. اون وقت میگم آها خودشه. دختر با زوق نگاه هم کرد. انگار دخترک هم شبیه من بود. به پیدا کردن چیزهایی گم شده علاقه داشت. دخترک گفت خیلی وقت داری دنبالش میگردی؟ گفتم خیلی وقته شاید قبل اینکه تو به دنیا بیای. میخوای کمکت کنم پیداش کنی؟ گفتم واقعا خوشحال میشم. پس باید دنبال چیزی بگردیم که نمیدونی چیه شاید در باشه شاید یه شیرینی شاید یه چتر شاید یه فیل دقیقا جالبه اما من دیگه باید برم مامانم نگرانم میشه دختر در حالی که زیر لب آواز میخواند از پله ها بالا رفت و ناپدید شد صبح شنبه موکلم به من تلفن کرد زن بدون هیچ حرف اضافه گفت شوهرم پیدا شده. دیروز ظهر پلیس پیدایش کرده. توی یه شهر دیگر. روی نیمکت ایستگاه قطار خواب بوده. شوهرم اصلا نمیداند چطوری رفته یک شهر دیگر. حالش خوب است. فقط حافظش کاملا پاک شده. یادش است از خانه مادرش بیرون آمده و از پله ها رفته از بالا اما بعدش را یادش نیست. هیچ چیزی از این بیست روز یادش نمیآید. چه لباسای تن شارتونه؟ همون لباس که باشون رفت خونه مادرش ریش در ورده و یه ده کیلویی لاغر شده عینکش هم گم کرده به هر حال بازم ازتون ممنونم دیگه لازم نیست تحقیقتون رو ادامه بدی گفتم منم فکر نمی کنم لازم باشه ادامه بدم گوشی را گذاشتم مدتی روی کاناپه نشستم مداد نوی را لای انگشتانم تاب دادم به برگی سفید رو به رویم خیره شدم. حافظم را زیر رو, رو کردم. با دقت حرفای زن را نوشتم. ایستگاه قطار، جمعه نزدیک ظهر، تلفن، ده کیلو کاهش وزن، همان لباس ها، گم کردن اینک، حافظه از دست رفته، بیست روز. مداد را روی میز گذاشتم. به سقف خیره شدم. روی سقف چند لکه غیرعادی وجود داشت. اگر چشمهایم را تنگ می کردم، نقطه ها شبیه ستاره ها می شدن. فکر کردم شاید باید سیگار کشیدن را دوباره شروع کنم. فقط به خاطر سلامتیم. سرم پر بود از صدای تق تق پاشنه های زن در راه پله. با صدای بلند به گوشه سقف گفتم آقای کرامیزاوا به دنیای واقعی خوش آمدید. به حمله های عرصبی مادرت به پاشنه های یخشکن زنت به شرکت بزرگت اما فکر می کنم جستجوی من در جایی دیگر ادامه پیدا کند جستجو دنبال چیزی که ممکن است شبیه یک در یا یک چتر باشد شاید هم شبیه یک شیرینی کوچک یا یک فیل امیدوارم یک روز پیداش کنم سگ کوچک آن زن در زمین از وقتی به هتل آمده بودم سه روز بیوقف باران باریده بود صبح روز چهارم وقتی از خواب بیدار شدم دوباره باران می بارید. صورتم را اصلاح کردم و به رستوران هتل رفتم میلی به خوردن صبحانه نداشتم میزی کنار پنجره انتخاب کردم و قهوه و املت سفارش دادم منتظر شدم تا صبحانه آماده شود. به بارش باران خیره شدم. من تنها مشتری رستوران بودم. دو پیش خدمت سفید پوش بیکار به باران خیره شده بودند. همزمان با خوردن املت نگاهی به روزنامه انداختم. ماجرای جالبی نداشت. روزنامه را روی میز گذاشتم. دو سه روز پیش عینکم شکسته بود. برای همین چشمهایم کمی درد میکرد. از پشت پلک چشمایم را فشار دادم. وقتی دوباره بیرون را نگاه کردم هنوز باران میبارید. زنی وارد رستوران هتل شد. یک زن جوان و تنها. دامن ساده سرمه با پیراهنی سفید پوشیده بود. وقتی راه میرفت صدای دلنشین پاشنه کفشش فضا را پر می کرد. زن جوان با تردید به رستوران نگاه کرد. حق داشت. دیدن یک رستوران خالی و تنها یک مشتری در صبح جمعه واقعا افسرد کننده بود. پیشخدمت زن را به سمت میز کنار پنجره راهنمایی کرد. میز زن فقط دو میز با من فاصله داشت. زن تخم مرغ و قهوه سفارش داد. بعد دستهایش را زیر چانهش گذاشت و به باران خیره شد. درست شبیه من. می از لای دسته قوری مخفیانه نگاهش کنم. موهای زن بلند و لخت بود. زن خیره به پنجره گاهی به کف دستش خیره میشد. نمیشد گفت زیبا هست یا نه. این نظر به سلیقه شخصی بستگی داشت. اما من حس خوبی داشتم. زن خیلی عادی صبحانه اش را میخورد. انگار هیچ چیز هیجان انگیز و یا هیچ چیز کسالت آوری در دنیا وجود ندارد. بعد از اینکه دومین ام را نوشیدم از روی صندلی بلند شدم زن هنوز به باران خیره بود نمیتوانم بگویم به باران نگاه میکرد یا خیره به باران در فکر چیز دیگری بود من که چهار روز پیاپی را پشت پنجره بارانی گذرانده بودم میدانستم این دو با هم فرق دارد از کنار زن گذشتم او حتی از گوشهٔ چش به من نگاه نکرد انگار هیچ وقت آنجا نبودم. هتل قدیمی اما خوش ساخت بود. من هر سال به آن هتل سر می زدم. چیزهای قدیمی را دوست داشتم. بارها با رفقایم به این هتل آمده بودیم. همیشه زیر سقف بلند و قدیمی این هتل بخت با من یار بود. در اینجا کارهایم خوب پیش می رفت. اما این بار بخت من تغییر کرده بود. اول با نام زدم دعوا کرده بودم و بعد باران شروع شده بود. تازه شیشه عینک هم شکسته بود. دو هفته قبل به هتل تلفن کردم و برای پنج روز یک اتاق دو تخت رزرو کردم. اما سه روز قبل آمدنم با نام زدم دعوای بدی کردم. دعوای ما از یک موضوع کاملا بی اهمیت شروع شد. بعد از دعوا هر چقدر با او تماس گرفتم جوابم را نداد. روز بعد نیز همینطور. برای همین تنهایی به سفر آمدم و در هوای بارانی داخل هتل حبس شدم. باران هنوز میبارید. از وقتی به هتل رفته بودم هیچ چیزی ننوشته بودم. تمام مدت رمان پلیسی میخواندم یا تلویزیون نگاه میکردم. بیرون هنوز باران میبارید. چند بار از هتل به خانه نام زدم تلفن کردم. هیچ کس جواب نداد. هر وقت تلفن را قطع می کردم سکوت مرگباری اتاق هتل را پر می کرد. بعد از ظهر همان روز به کتابخانه هتل رفتم. کتاب های کتابخانه قدیمی بودند. اگر کنجکاوی زیادی نداشتی کتابها ها علاقه چندانی در تو به وجود نمی آوردند. کتابی را انتخاب کردم. جلوی پنجره نشستم و صفحات کتاب را ورق زدم. چند دقیقه بعد همان زن جوان به کتابخانه آمد. از دیدن من تعجب کرد انگار انتظار نداشت کسی آنجا باشد. یک لحظه هل شدم. با سر به او سلام کردم. او هم با حرکت سر جواب داد. همان لباس های صبح تنش بود. در قفسه ها دنبال کتاب می گشت. پاشنه کفش هایش همان صدای تقتق دلنشین صبح را داشت. چند دقیقه گذشت و بعد دست خالی از قفسه ها دور شد. به طرف من آمد. صدای کفش هایش کنار صندلی من قطع شد. می توانستم بوی اتکلون گران قیمتش را حس کنم. زن سیگاری از من گرفت. پک محکمی زد و به بیرون پنجره نگاه کرد. از نزدیک سنش سه چهار سالی بیشتر به نظر می آمد. کتابم را بستم. چشمایم را به انگشت مالیدم. زن ساکت بود. فهمیدم اگر تا ابد هم آنجا بنشینم تا من حرفی نزنم چیزی نخواهد گفت. شروع هر گفته گویی همیشه با من بود. کاری که از آن متنفر بودم. گفتم چیز جالبی برای خوندن پیدا کردی؟ نه کتابا خیلی قدیمی هن. گفتم تو هتل کسی کتاب نمیخونه همه معمولا مجله میخونن تازه این هتل مشتری زیادی نداره مشتری هم اونقدر اونجا نمیمونن تا یه کتاب رو تموم کنند زن گفت درسته همه گمونم شما به کتابای قدیمی اینجا علاقه داشته باشید شایدم به روزگار آروم و ناب گذشته گفتم روزگار گذشته؟ نه اما چیزایی که باقی مونده شاید زن گفت پس شما عاشق چیزایی هستید که از بین رفته گفتم فکر کنم اینجوری باشه دوباره ساکت شدیم فکر نمی زن دیگر حرفی بزند اما چند دقیقه بعد گفت کاش فکریم برای مسافرهایی که به خاطر بارون تو اتاقشون زندانی شدن میکردم. پرسیدم: اینجا تنها این؟ بله تنها. باز به کف دستش خیره شد و گفت: من همیشه تنها سفر میکنم. دوست ندارم همراه داشته باشم. گفتم: من هم همینطور. از دعوا با نام زدم چیزی نگفتم. سر حال گفتم اگر رومانای پلیسی خوشتون میاد من دوتا دارم. ممنون اما من فردا بعد از اون میرم. فکر نکنم بتونم کتاب رو تموم کنم. گفتم اشکالی نداره. میتونین کتاب با خودتون ببرین. زن لبخند زد و به کف دستش خیره شد. تبهر زیادم در هدیه دادن به دردم خورد. زن گفت ممنونم فکر میکنم بهتر هدیتون رو قبول کنم به اتاقم رفتم میخواستم خیلی زود رومانها را برایش بیاورم کنار آسانسور سه ساک چرمی بود به نظر میرسید مهمان دیگری از راه رسیده است چمدانها شبیه سه سگ پیر بودند که منتظر بازگشت صاحبشان بودند زود برگشتم و دو قهوه سفارش دادم کتابها را به زن جوان دادم زن تشکر کرد نمی توانستم حدس بزنم به کتاب ها علاقه دارد یا نه. زن کتاب ها را کنار میز گذاشت. یه قلوب از قهوهش را نوشید. انگشتهایش استخانی و باریک بود. توی انگشتش انگشتری نداشت. به نظر می رسید هیچ وقت هم نداشته است. قهوه من را توی سکوت خوردیم و به بیرون پنجره خیره شدیم. بوی باران از پنجره نیمه باز می آمد. زن پرسید. از توکیو می بله شما چطور؟ زن خندید دندانهای زیبایی داشت گفت نه از تو نه نمیدانستم چه جوابی بدهم لبخند زدم سکوتی طولانی بینمان ایجاد شد انگار مسابقه استقامت سکوت بود هر کس کمتر حرف میزد مسابقه را می برد. دختر بس سیگار مرا برداشت و با کبریت هتل روشن کرد گفتم من میتونم حدس بزنم شما چه جور آدمی هستین. چطوری حدس میزنی؟ تمرکز میکنم. با خون سردی گفت باشه بگو. زن خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری تکاند. دستایم را مشت کردم و بردم جلوی لبهایم. بعد چشمایم را تنگ کردم. جوری رفتار کردم که انگار دارم به سختی تمرکز میکنم. دختر با لحنی عصبی پرسید چه می من اهمیتی ندادم. همچنان بهش خیره شدم. قضیه کم کم عصبیش می را باز کردم و گفتم تو از توکیو نیمدی اما اما یه مدت زیادی اونجا زندگی کردی درسته؟ شاید بیست سال زن گفت بیست و دو سال بعد یک چوب کبریت از جبه بیرون آورد دستش را دراز کرد و چوب کبریت را جلوی من گذاشت. بیا. این هم یه امتیاز برای تو. خب؟ دوباره جست آدم های متمرکز را گرفتم. چشم هایم را تنگ کردم. گفتم. شما مجردین. انگوشت های دست چپش را به هم مالید. با اینکه حلقه دستم نیست و حدسش کار آسونی بود اما قبول. بیا. اینم یه امتیاز دیگه. یک چوب کبریت دیگر جلویم گذاشت. کمی مکس کردم. وانمود کردم سرم درد می کند. دختر مشتاق شده بود. و؟ از بچگی پیانو میزدی. زن گفت. از پنج سالگی. و چوب کبریت شماره سه را هم گذاشت. از انگشتهایش معلوم بود سال هاست پیانو می زند. خیلی کار سختی نبود. حالا چهار چوب کبریت جلویم بود. نفس عمیقی کشیدم. کمی فکر کردم. گفتم تو سالها توی خونه زندگی میکردی که یه باغچه قشنگ و بزرگ داره. این هم خیلی واضح بود. از مدل لباس و رفتارش معلوم بود در ناز و نعمت بزرگ شده. کسی که از پنج سالگی پیانو دارد نمیتواند در خانه یه کوچک زندگی کند. دختر بعد از شنیدن حرف من ماتش برد. چشمایش روی صورت من قفل شده بود. وحشت زده گفت بله من توی یه خونه با باخچه بزرگ زندگی کردم. از حالت صورتش احساس کردم این باغچه باید برایش خیلی مهم باشد. سریع گفتم تو تو این باغچه خاطره های زیادی داری. چند ثانیه ساکت به دستهایش خیره شد. بعد گفت نه یعنی هر کی توی یه خونه باغچه دار زندگی کنه حتما با اون باغچه خاطره داره دیگه دستهایش میلرزید بازی ترسناکی راه انداخته بودم گفتم بله حق با شماست بهتره دربارهش حرف نزنیم. دست گفت از میخوام اما من دوست دارم بیشتر دربارش بگی ساکت شدم خاکستر سیگار زن روی میز افتاد پرسید چجوری؟ چقدر میتونید حدس بزنید؟ من چیزی حدس نمیزنم فقط احساس میکنم من نویسندم با آدما مصاحبه میکنم گزارش مینویسم این شغل منه من آدما رو زیر نظر میگیرم عباسم به کوچکترین این رفترشون هست به هر حال بهتره تمومش کنیم ممنون که وقت گذاشتی چرا گفتین باغچه؟ تصادفی بود عوض میخوام ناراحتتون کردم زن لبخند زد و گفت مسئله نیست پیش خدمت را صدا کردم پشت سرم تیر میکشید به شدت خسته شده بودم به زن گفتم میخوام برگردم اتاقم ببخشید زیاد حرف زدم همیشه از ویراجی پشیمون میشم خودتون رو ناراحت نکنید من سرگرم شدم. از تعریفش تشکر کردم، از جا بلند شدم. پنج چوب کبریت منظم روی میز بود. مستقیم به طرف آسانسور رفتم، اما چیزی یادم آمد. به طرف میز برگشتم، کنار زن ایستادم. میتونم آخرین سوالو بپرسم؟ بله، بفرمایید. چرا همیشه به کف دستتون نگاه میکنید؟ زن به من خیره شد. صورتش سفید شده بود. یک لحظه همه چیز از حرکت ایستاد. دستش را چرخاند و کف دستش را روی میز گذاشت. سکوت مثل سوزن در تن من فرو می رفت. فضا به کلی تغییر کرده بود. اشتباه کرده بودم. چند لحظه همانجا ایستادم. زن هنوز به من زل زده بود. چند لحظه بعد رویش را برگردان طرف میز. انگار دلش میخواست خیلی زود گورم را گم کنم <applause> وقتی بیدار شدم ساعت شش بود بدنم خیس عرق بود باران هنوز میبارید گردنم را از روی بالش برداشتم دوباره به ساعت نگاه کردم شش و پانزده دقیقه نمی توانستم تشخیص بدهم شش و پانزده دقیقه صبح است یا عصر هم شبیه عصر بود هم صبح فکر کردم باید عصر باشد من ساعت سه به رخت خواب رفته بودم. بعید بود پانزده ساعت بی وقف خوابیده باشم. اما این فقط یک احتمال بود. حتی امکان داشت بیست و هفت ساعت خوابیده باشم. این فکر به شدت افسردم کرد. تشنه بودم. صداهایی از پشت در می آمد. با تمام نیرو خودم را از تخ کندم. سلیوان پیاپی آب خوردم و سیگاری روشن کردم. از سایه ابر ها احساس کردم باید عصر باشد. بدون اینکه سیگارم را از دهانم بردارم به حمام رفتم. دوش را باز کردم. فیلتر سیگار را در آب خاموش کردم. بعد از دوش حالم جا آمد. به رستوران رفتم. سه میز اشغال بود. من همان صندلی کنار پنجره را انتخاب کردم. به رستوران نگاه کردم. خبری از زن نبود. احساس آرامش کردم. البته کمی هم ناامید شدم. بعد به نام زدم فکر کردم. ما دو سال و سه ماه کنار هم بودیم. این مدت زمان مناسبی برای قطع رابطه نبود. هم دیگر را دوست داشتیم. دلیل قانع کننده ای برای قطع رابطه من وجود نداشت. حداقل از نظر من. فکر کردن به جدایی ناخوشایند بود. آهی کشیدم. مسافرهای خوشپوش با هم صحبت می کردند و با صدای بلند می خندیدند. من تنهایی غذایم را خوردم. بعد از غذا به اتاقم برگشتم. در اتاق را که باز کردم یک کاغذ کوچک از لاگه در افتاد. روی کاغذ نوشته بود از اتفاق امروز بعد از متاسفم. دوست دارید با هم قدم بزنیم؟ اگر موافقید من ساعت نه کنار استخر منتظرتان هستم. استخر هتل را بلد بودم. تا آنجا که من میدانستم جای خوبی برای پیاده روی نبود. به متصدی هتل تلفن کردم گفتم مسئله پیش آمده که باید فردا آنجا رو ترک کنم. بقیه روزهای روز های رزرو شده را لغو کردم. با دقت باس هایم را در چمدان جمع کردم. بعد به استخر هتل رفتم. شب آرامی بود. وقتی رسیدم زن آنجا نبود. روی صندلی کنار استخر نشستم. اگرچه هنوز فصل شنا نرسیده بود اما استخر را پر آب کرده بودند. نه گرمم بود نه سردم. پشت صندلی را پایین بردم و سیگاری روشن کردم. به ماه نگاه کردم. چند دقیقه بعد دختر آمد و روی یکی از سندلی های کنار استخر نشست. بابت اتفاق بعد از ظهر اصخایی کردم. زن گفت اشکالی نداره. بیا این فراموشش کنیم. بعد در حالی که به استخر چشم دوخته بود گفت از استخری که توش کسی نباشه خوشم میاد گفتم چی بگم ولی برای من بیشتر شبیه جسده شاید به خاطر عکس ما توی آب باشه زن گفت تالا جسد دیدی؟ آره یه آدم غرق شده چه شکلی بود؟ جسدها که غرق شدن از بقیه مردا قشنگ تره واقعا؟ درست شکل استخر شنای خلوت خندید وقتی میخندید کنار چشمایش چین میخورد موهایش تمیز بود انگار که تازه حمام کرده باشد بوی شامپویش حس میشد پشتی سندلیم را بالا آوردم تا هم سطح او شوم. پرسید تاره سگ داشتی؟ نه هیچ وقت نگهداری سگ خیلی درد سر داره من وقتشو ندارم زن گفت خیلی وقت پیش من یه سگ داشتم وقتی بچه بودم من با سگم بزرگ شدم تمام مدت با هم بازی می کردیم خیلی به هم نزدیک بودیم من همیشه می فهمیدم به چی فکر می کنه سگم هم فکر منو می خوند. اما مریض شد و مرد وقتی مرد نمیدونستم باید چی کار کنم حتی نمیدونستم چطور باید زندگی کنم گفتم درک میکنم زن گفت روزی که مرد روز سخت و غمانگیزی بود هیچ وقت آخرین نگاهش رو فراموش نمیکنم مستقیم به من زل زده بود تا لحظه که جون داشت نگاهش رو از من بر نداشت زن به دستایش نگاه کرد نمیدانستم داستانش تمام شده یا نه برای همین چیزی نگفتم. زن گفت تصمیم گرفتم سگم و تو باغچه دفن کنیم. پدرم گوشه یه باغچه کنار بوته ی گل سرخ یه گدال کوچیک درست کرد. جسد سگم و با چند تا قوطی غذای سگا یکم از موهامو تو یه جعبه چوبی گذاشتم و تو باغچه دفن کردیم. ولی تو جعبه یه چیز دیگه هم گذاشتم. دفترچه بانکیم با تعجب گفتم دفترچه بانکی؟ آره فکر می کردم حالا که سگم مرده دیگه احتیاجی به پول ندارم می خواستم اینجوری اندوه و ناراحتی عمیقم رو ثابت کنم من ساکت بودم و فقط گوش می دادم. زن گفت بعد مردن سگم خیلی افسرده و غمگین بودم احساس می کردم توی قلبم یه سوراخ باز شده. اما به زندگی ادامه دادم. خیلی طبیعیه که آدم برای خاطر یه سگ خودشو نمی کشه اما سال سختی برام گذشت. من دختر خجالتی و تنهایی بودم. تنها دوستم سگ کوچولوم بود. اما بعد مردنش کم کم رابطم با دنیای بیرون بیشتر شد. ناچار بودم برای زندگی کردن با دنیا ارتباط داشته باشم. همین موضوع زندگی منو عوض کرد. خیلی وقتا فکر میکنم دلیل مردن سگم همین بود. من باید زندگی عادی رو یاد میگرفتم. در صندلی جا به جا شدم و به آسمان نگاه کردم. چند ستاره در آسمان می درخشید. فکر کردم فردا حتما روز خوبی است. زن گفت خستت کردم؟ گفتم اصلا دارم گوش میدم. زن آه بلندی کشید و گفت وقتی هیوده ساله شدم یکی از دوستان برای شهری مدرسهش دچار مشکل شد دوستم به کمک من احتیاج داشت من باید براش کاری میکردم دخترا رو که میشناسید خیلی آهسته گفتم تو هم رفتی سراغ دفترچه بانکی هیچکی خبر نداشت دفترچه رو با سگم دفع کردم برای همینم نمیتونستم از کسی کمک بگیرم پس تنهایی رفتم سراغ باغچه باغچه رو کندم نوک بیلم خورد به جعبه در جعبه رو باز کردم و دفترچه بانکیم رو برداشتم در جعبه رو زود بستم ولی ولی زن ساکت شد من هم چیزی نگفتم چند یه بعد گفت صورت سگ چرخیده بود رو به یه طرف سگ خشک و بیرو خوابیده بود میدونی؟ از اینکه با دیدنش هیچ احساسی نداشتم تعجب کردم. انگار یه نامه رو از صندوق پستی برداشتم. حتی مطمئن نیستم این کار رو انجام دادم یا نه. من نه ترسیدم نه دوچار از وجدان شدم. هیچی. خودم هم از حال خودم یکی خوردم. بقیه چیزها رو خیلی خوب یادم نمیاد. همه فقط بو اون بو همیشه با من موند. گفتم بو؟ بوی که به خورد دفتر چه رفته بود؟ بوی مرگ سگ هرچی دستم می شستم بیفایده بود. بو تا استخونام نفوذ کرده بود. حتی حالا هم فکر کنم دستام هنوز بو میده. یک بار دیگر کف دستش را بو کرد. دفترچه را به خاطر بوی زیادش به بانک نبرده بود. دفترچه را سوزانده بود. بعد از پایان داستانش آهی کشیدم. نمیدانستم چه نتیجه ای باید از آن بگیرم. ساکت بودم. هر دو به دو جهت مخالف نگاه می کردیم. با تردید گفتم میتونم یه خواهش ازت بکنم البته میتونین قبول نکنین. زن به من نگاه کرد و گفت اشکال نداره بگو. اجازه میدین دستتون رو بو کنم؟ زن با چشمان براغش به من نگاه میکرد. دستایش زیر چانه اش بود. چند ثانیه چشمایش را بست. بعد گفت. البته. دست زیر چانه اش را به طرف من دراز کرد. دستش را گرفتم. به کف دست هایش خیره شدم. به جلو خم شدم. کف دستش را بو کشیدم. پرسید. رأی دادگاه چیه؟ گفتم. فقط بوی صابون زن لبخند زد. بعد از اینکه از زن جدا شدم به اتاقم رفتم. سعی کردم یک بار دیگر به نام زدم تلفن کنم. اما باز هم تلفن را جواب نداد. در سرم صدای زنگ بود و زنگ بود و زنگ. دوباره شماره را گرفتم. درست مثل دفعه قبل. بعد از اینکه بیست و پنج بار تلفن پوخ زد، گوشی را گذاشتم. پنجره را باز کردم. می توانستم صدای ها را بشنوم. دوباره گوشی را برداشتم. مطمئن بودم نام زدم کنار گوشی نشسته است. پس یک بار دیگر به آرامی شماره اش را گرفتم. راه دیگری برای مردن دامپزشک ژاپنی صبح زود از خواب بیدار شد. بیشتر حیوانات باقی وحش تازه از خواب بیدار شده بودند. دامپزشک بی آنکه به بیرون نگاه کند از وضع هوا با خبر شد این بخشی از زندگی روزمره دامپزشک بود اول گوش میداد بعد هوای صبحگاهی را نفس میکشید اما امروز با بقیه روزها فرق می کرد صداها و بوهای زیادی گم شده بودند ببرها، گرگها و خرسها کشته شده بودند ارتش همه ی آنها را نابود کرده بود هر لحظه امکان داشت روس ها به آنجا حمله کنند. ارتش از ترس اینکه حیوانات به شهر فرار نکنند آنها را کشته بود. گوش دامپزشک هنوز از صدای سربار سربازها درد می کرد. شهر کاملا به تصرف ژاپنی ها در آمده بود. صدای فیل ها دامپزشک را کمی آرام کرد. بله. فیلها زنده مانده بودند. فرمانده عملیات دیروز یک سطفان جوان بود. او فیلها را از لیست کشتن خط زده بود. دامپزشک از وقتی به آن منطقه آمده بود افسرهای زیادی را دیده بود. اغلب جوان و کل شق بودند. کارها و تصمیمات بیمه ها تنش را میلرزند بیشترشان پسرهای کشاورسا بودند. فقر بی امان در کودکی و انگیزه اقراق شده ملی در جوانی از آنها آدمهای خطرناکی ساخته بود. افسرها از دستورات موفقشان بیچون و چرا اطاعت میکردند؟ اما سطفان روز گذشته از تمام افسرها آدمتر به نظر می رسید. به هر حال فیلها را نکشته بود. دامپزشک از اقامتگاهش بیرون آمد. میخواست به فیلها غذا بدهد. بعد از تمام شدن کارش به دفتر باغ وحش برگشت. به مدیر باغ وحش گزارش داد کار غذای حیوانات انجام شده است. بعد از ظهر ستوان جوان ژاپنی به باغ وحش آمد. او و سربازهایش تا دندان مسلح بودند. لباسهایشان از عرق سیاه شده بود. خوشبختانه برای کشتن حیوانها نیامده بودند. افسر به مدیر باغ وحش گفت ما به گاری و قاطرهای شما احتیاج داریم. دامپزشک وسط حرف افسر پرید. یه دقیقه صبر کنید. با این وسایل به حیوانها غذا میدیم. تا همین الانم هم به زور تونستیم حیوان رو زنده نگه داریم سطفان گفت همه ما هم به زور زنده موندیم اولویت ما دفاع از شهره شما میتونید حیونا رو رها کنید ما حیوان خطرناک و گوشت را از بین بردیم افسر برای اینکه بحث را کوتاه کند به سربازش دستور داد قاطر و گاری ها را ببرد چهار ساعت بعد سربازها با گاری و قاطر برگشتند یک پارچی برزنتی کثیف بار گاری را پوشانده بود. چهار مرد چینی را به اسارت گرفته بودند. چینی ها لباس های بیسبال تنشان بود. کبودی زیر چشم هایشان نشان میداد به شدت کتک خوردند. افسر بیل و کلنگی به سرباس ها داد. بعد از دامپزشک خواست دنبالش برود. افسر به طرف جاده رفت. دامپزشک دنبالش راه افتاد. هر جا افسر قدم میگذاشت ملخها به هوا می پریدند. افسر یک فضای باز وسط جنگل پیدا کرد. محبت را خوب نگاه کرد. بعد با پاشنه چکمش زمین را کند. زانو زد. یک مشت خاک از زمین برداشت. افسر گفت میخوایم اینجا ردو بزنیم. اما اول باید یک گودال بزرگ بکنیم. انگار با خودش حرف میزد. یک بسته سیگار از جیب لباسش بیرون آورد. به دامپزشک تعارف کرد. دوباره زمین را با چکمش کند. انگار روی خاک نقشه میکشید، بعد آن را پاک کرد. افسر باقی مانده سیگارش را روی زمین انداخت و له کرد. بگو ببینم دکتر. تو از مرگ میترسی؟ ترسی؟ بستگی داره چطوری بمیرم؟ افسر سرش را بالا آورد. معلوم بود توقع جواب دیگری داشت. درسته. بستگی به این داره چطور بمیریم. چند دقیقه هر دو ساکت شدند. به نظر می رسید ممکن است افسر ایستاده خوابش ببرد. به وضوع خسته بود. افسر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت باید شروع کنیم. مخاطبش هیچ کس نبود. از دامپزشک خواست همون اطراف بماند و هر وقت از او کمک خواست کمکش کند. دامپزشک سرتگان داد. سربازها زندانی ها را به محوطه باز جنگل آوردند. دستهایشان را باز کردند. سرجوخه با یک چوب بیسبال دایره بزرگی روی زمین کشید. به زندانی ها دستور داد در آن دایره گودال عمیقی بکنند. چهار مرد شروع به کندن کردند. افسر و سرجوخه نوبتی به کار نظارت می کمتر از نیم ساعت کار کندن گودال تمام شد. گودال تا گردن آنها را پوشانده بود. یکی از زندانی ها آب خواست. سطفان با سر تعیید کرد. یک سرباز سطلی پر از آب آورد. چهار مرد با ملاقه آب خوردند. زندانی ها با لذت آب را قورت می دادند. تقریبا تمام آب سطل را نوشیدند. لباسهایشان از خون و گل و عرق سیاه شده بود. سطفان به سربازها دستور داد گاری را به چاله نزدیک کنند. گاری را آوردند. سرجوخه با یک حرکت پارچه را کنار زد. پشت گاری جنازه چهار مرد چینی بود. آنها هم لباس بیسبال به تن داشتند. معلوم بود تیر خوردند. مگس های زیادی بالای سر جنازه ها پرواز می کردند. دکتر از طرز خشک شدن خونها فهمید احتمالاً 24 ساعت از مرگشان می گذشت. زندانی ها جنازه ها را در گودال انداختند. هر جنازه هنگام برخورد با زمین تالا پیش صدا کرد. دامپزشک شماره پیراهن جنازه ها را به خاطر سپرد. بعد سربازها زندانی ها را به درخت بستند. افسر نگاهی به ساعتش انداخت. چند لحظه بعد به سرجوخ دستور داد. سه تا از چهار زندانی را با سرنیزه اعدام کند. شماره های یک، هفت، نو. سه سرباز برای اعدام کردن چینی ها انتخاب شدند. سرباس ها از زندانی ها رنگ باخته تر بودند. چینیها ها خسته تر از آن بودند که امید در درونشان مانده باشد. افسر دامپزشک را با خودش به جایی دورتر برد. دکتر، بهتر خوب نگاه کنی. اینم یه راه دیگه برای مردنه. دامپزشک تکان داد. دکتر تو ارتش بد یاد دادن چطوری از سر استفاده کنی؟ نه. باید با سرنیزه یه دایره عمیق و بزرگ تو شکم دشمن بسازی بعد قربانی رو بکشی ما همه اینا رو تو ارتش یاد گرفتیم ولی رو مانکنا رو آدمای اسفنجی ما تو ارتش فقط با آدمای پوشالی نیزه میزنیم نه آدمای زنده آدمای پوشالی خونریزی نمیکنن داد نمیزنن التماس میکنن. این سربازها هیچ وقت هیچ آدمی رو اینطوری نکشتن منم همینطور افسر با سر به سرجوخه علامت داد سرجوخه با صدای بلند به سه سرباز دستور داد سربازها نیم قدم به عقب رفتند سرنیزه هایشان را بیرون کشیدند به سمت زندانی ها نشانه گرفتند با فرمان بعدی سه سرباز سرنیزه هایشان را محکم در بدن چینی ها فرو کردند فریاد چینی ها زیاد نبود. بیشتر شبیه حقیقی عمیق بود. انگار با آن شکاف همه ی هوای تنشان خالی شده بود. دامپزش در سکوت صحنه را نگاه کرد. احساس کرد وجودش از وسط نصف می شود. انگار همزمان هم نیزه می زد و هم نیزه می خورد. از بدن چینی ها خون زیادی زمین ریخت. سربازها ها اکساد آنها را توی گودال انداختند. این جسدها هم وقتی افتادند تلاب صدا دادند. اما صدایشان با قبلی ها فرق داشت شاید به خاطر اینکه هنوز جان نداده بودند حالا فقط زندانی جوان با لباس شماره چهار باقی مانده بود سه سرباز رنگ پریده برگ های درخت را کندند و با برگ ها مشغول پاک کردن سرنیزه های خونیشان شدند افسر سیگار دیگری در ورد و یک سیگار هم به دامپزش تارف کرد دکتر در سکوت پذیرفت. سطفان گفت این سربازا همه تحت تعلیم بودند. نمیخواستم به جنگن. برای همین دیشب شورش کردم. دو نفر از رو کشتن. ما اونا رو تو گشت شبانه دستگیر کردیم. چهار نفرشون هم اونجا کشته شدن. چهار نفر دیگرشون هم زندانی شدن. سعی کردن تو لباس بیسبال فرار کنند. افسر به طرف مرد چهارم رفت و به دامپزشک گفت این مرد کاپیتان تیم بوده. ما فکر میکنیم نقشه فرار این کشیده دوتا تا از مافاقاشو با چوب بیسبال کشته این همون چوبیه که باش افسر رو کشته افسر چوب رو از سرجوخه گرفت چوبی سنگین اما خوشتراش بود دست های افسر از عرق سیاه شده بود افسر چند بار چوب رو عقب و جلو برد آن را مثل حرفی ها در دست تاب داد با لحنی خوش گفت به من دستور دادن این مر رو با همون چوب قد بزنم تا بمیره. افسر به سرجوخ دستور داد بازیکن شماره چهار را به لبه گودال بیاورند. یک بار دیگر دستهای بازیکن شماره چهار را از پشت بستند و روی صورتش چشم بند گذاشتند. مجبورش کردن روی زمین زانو بزند. افسر یکی از سربازهای جوانش را صدا کرد. چوب را به او داد. او گفت با چوب بیسبال بازی کنه شماره چهار را بکشد. سرباز جوان بالات خبرداری ایستاد. سر جایش خشکک زد. افسر از سرباز پرسید: تو حالا بیسبال بازی کردی؟ سرباز با صدای بلند جواب داد: نه خیر قربان. تو دهکده ما همه فقیران. هیچ خانواده ای پول این بازی رو نداره. اولین باری بود که سرباز چوب بیسبال در دست می گرفت. افسر به سرباز نشان داد چطور چوب را در دست بگیرد. اصول اولیه جلو و عقب بردن چوب را به سرباز یاد داد. همه به افسر و سرباز نگاه می کردند. افسر دستهایش را روی دستهای سرباز گذاشت. بهش یاد داد چطور چوب را بگیرد. معلم خوبی بود. سرباز مهارتش کم بود. اما قدرت ازولانی زیادی داشت. سالهای زیادی توی مزرعه کار کرده بود. افسر در حالی که عرقش را با کلاه پاک می کرد گفت همینقدر کافیه حالا سعی کن یه ضربه خوب و تمیز بزنی کاری کن درد نکشه سرباز جوان چوب را در هوا نگه داشت سر چوب در دستان سرباز میلرسید سرباز چوب را با تمام نیرو به پشت سربازی کنه شماره چهار کوبید کارش به طور شگفتانگیزی خوب بود یه چوب دقیقا پشت گوش مرد خورد صدایی بم و تو خالی جمجمه بلند شد. مرد زندانی هیچ صدایی نداشت. بدنش برای یک لحظه در هوا معلق ماند. بعد به جلو افتاد. با گونه به زمین خورد. خون از گوشش جاری شد. تکان نمی خورد. به ساعتش نگاه کرد. سرباز هنوز چوب را محکم در دستش گرفته بود و با دهانی باز به فضا خیره مانده بود. ستوان یک دقیقه کامل صبر کرد. بعد از دامپزشک خواست نگاه کند ببیند مرد واقعا مرده یا نه دامپزشک چشبند مرد چینی را برداشت چشمان مرد کاملا باز بود انبیه هایش بالا رفته بود خون از گوشش جاری بود زبانش در دهانش گره خورده بود دامپزشک فقط برای اطمینان مچ دست مرد را گرفت و دنبال تپشی گشت هیچ نبزی در کار نبود سرباز جوان با اولین ضربه بیسبال در تمام عمرش زندگی مرد شماره چهار را به پایان رسانده بود دامپزشک به سطوان نگاه کرد و سری تکان داد میخواست نشان دهد مرد بدون شک مرده است همان لحظه بازیکن شماره چهار بلند شد و نشست انگار تازه بیدار شده است بدون کوچکترین شک یا تردید مرد مرده مچ دکتر را گرفت همه چیز در کمتر از یک ثانیه اتفاق افتاد دامپزشک منگ بود این مرد مرده بود او مطمئن بود مرده اما انگار یک گیره ی فولادی دست او را گرفته بود و رها نمیکرد کرد مرد مرده به جلو خم شد و افتاد توی گودال دکتر را هم دنبال خودش کشید سربازها شاهد این اتفاق بودند اما میخ کوب شده بودند افسر اولین کسی بود که به خود آمد افسر پرید توی گودال هفتیرش را از جلد کمر بیرون آورد ماشه را دوبار در سر مرد چکاند دیگر زندگیش تمام شده بود با این حال هنوز مچ دکتر را رها نمی کرد ستوان با تلاش نفسگیر انگشتان جنازه را یکی یکی باز کرد دامپزشک در گودال بود بین هشت جنازه چینی با کمک سربازها دکتر و افسر از گودال بیرون آمدند دامپزشک روی علفها دراز کشید. چند نفس عمیق کشید. بعد به مچ دستش نگاه کرد. انگشتان مرد پنج رد قرمز جا گذاشته بود. افسر اصل را داخل جلد کمرگش گذاشت. این اولین باری بود که به یک انسان شلیک می کرد. سعی کرد به آن فکر نکند. دستور داد گودار را پر کنند. سرباز جوان همچنان چوب بیسبال را محکم در دست گرفته بود. انگار نمی توانست دستهایش را آزاد کند. افسر و سرجوخه سرباز را به حال خود گذاشتند. صدای جیغ پرندهی در هوا پیچید. سرباز به بالا نگاه کرد. سعی کرد جهت صدا را پیدا کند اما هیچ نشانی از پرنده ندید. ته گلویش احساس تهوع کرد. تصویرهای پراکنده یکی بعد از دیگری جلویش می آمدند و محو می شدند. در جهانی گیج و مهالود دید، ارتش شوروی ژاپنی ها را خل اصلاح می کند. افسر به خاطر دست داشتن در این ادام به دار آویخته می شود. سرجوخه در سیبری دوچار تا اون می شود. اما در آخر از سو تغذیه می میرد. دامپزشک به خاطر همکاری با ارتش به سیبری تبعید می شود و بعد بر اثر سیل در آن منطقه می میرد و اما من من سرباز جوانی که چوب بیسبال در دستهایش است من نمی توانم آینده خودم را ببینم سرباز چشمایش را بست و به صدای پرنده گوش سپرد <applause> سرباز یاد اقیانوس افتاد اقیانوسی که هشت سال پیش دیده بود اقیانوس بزرگترین چیزی بود که در زندگیش دیده بود خاطر اقیانوس اندوه عمیقی را در دلش زنده کرد و هم به قلبش آرامش بخشید آیا می توانست دوباره اقیانوس را ببیند؟ انگشتهایش را باز کرد چوب را رها کرد چوب در برخورد با خاک صدای خشکی داد پس از رها کردن چوب حس کرد حالت تحوهش بیشتر شده پرنده ی کوکی همچنان میخواند اگرچه هیچ کس غیر از خودش صدایش را نمیشنید خواب هفته روز است نخوابیدم حتی برای یک لحظه بیخوابی برای من اتفاق تازه نیست وقتی دانشجو بودم یک بار بیخواب شدم اما به هیچ کس چیزی نگفتم حس می کردم دکترها از بیخوابیم سردر نمی آورند احتمالا آنها بیخوابی مرا با بیماری بیخوابی معمول اشتباه می گرفتند برای همین به هیچ کس چیزی نگفتم. آن موقع خوابیم یک ماه طول کشید. در همه آن یک ماه یک دقیقه هم نخوابیدم. شب به رخت خواب میرفتم و به خودم می گفتم خب، حالا وقت خوابه. همین که این جمله را می گفتم، خواب از سرم می پرید. هرچقدر بیشتر تلاش میکردم کمتر خوابم می برد. قرص های خواب را هم امتحان کردم اما بیفایده بود رد پای خواب را احساس می کردم ولی ذهنم کاملا هوشیار بود حس می کردم ذهنم کنار بدنم دراز کشیده و به من خیره شده بدنم در آستانه خواب بود اما ذهنم اصرار داشت بیدار بماند بیخوابی باعث شده بود تمام روز گیج باشم دستم میلرزید، وسایل از دستم می افتادند. داشتم یک بار دیگر بخوابم. ولی بیداری همیشه شانه به شانه من بود. در آن یک ماه هفت کیلو لاغرتر شدم. هیچکس نفهمید من در یک بیماری مدام به سر می برم. دنیا برایم شبیه توهم بود. حس می کردم ممکن است باد شدیدی بدنم را به دنیای دیگری ببرد. دنیایی که هیچ وقت آن را ندیده بودم. جایی که ذهن و بدنم برای همیشه از هم جدا شوند. به خودم می گفتم محکم به اما چیزی نبود که آن را بگیرم. آن شبها تا صبح به سقف خیره می شدم. اما هیچ خبری از خواب نبود. هر چقدر سعی می کردم باز خواب به سراغم نمی آمد. کم کم به بیخوابی عادت می کردم که خوب شدم. یک روز صبح وقتی پشت میز صبحانه نشسته بودم احساس کردم هوشیاریم رفته رفته برمیگردد. از پشت میز بلند شدم. نفهمیدم چطور خودم را به تخت رساندم. با لباس بیرون افتادم روی تخت. بیست و هفت ساعت بیوقف خوابیدم. مادرم بارها سعی کرد مرا بیدار کند اما من بیست و هفت ساعت خوابیدم وقتی بیدار شدم بیخوابیم خوب شد دوباره می توانستم شبها بخوابم حالا دوباره بیخوابیم برگشته ولی ترسناکتر و عجیبتر شبها نمی خوابم ولی حتی یک لحظه هم احساس خوابالودگی نمی کنم از همیشه هوشیارترم بدون هیچ مشکلی من همسر و یک پسر دارم. باز هم دلم نمیخواهد کسی از بیخوابیم چیزی بداند. در طول این هفته روز روند زندگی من هیچ تغییری نکرده است. صبح همسر و پسرم را بدرقی می کنم. ماشینم را بر و به خرید می همسرم دندان پزشک است. از آپارتمان ما تا متب او ده دقیقه بیشتر طول نمی کشد. این متب را پنج سالی است راه انداخته ایم. مطبه دنون پزشکی همسرم خیلی زود موفق شد. هرچند ما مجبور بودیم برای راه اندازی مطب وام سنگینی بگیریم. همیشه به همسرم میگویم میدونی چرا مشتریات زیادن؟ <applause> چون تو مرد خوشقیافه ای هستی. همسرم اصلا خوشقیافه نیست. گاهی تعجب میکنم چرا با همچین مردی ازدواج کردم. البته زشت هم نیست. همسرم چهره عجیبی دارد. یک بار خواستم صورتش را نقاشی کنم. ولی هر کاری کردم نتوانستم چهرهش را درست به خاطر بیاورم. عجیب نیست؟ چند سال با یک مرد زندگی کنی و نتوانی چهرهش را به یاد بیاوری؟ چهره همسرم متناسب است. حتی می شود گفت بی نقص است. اما چیزی در چهره اوست که او را از خاص بودن درآورده است. اگر می توانستم آن دلیل اصلی را کشف کنم شاید راز عجیب بودن کل چهرهش را می فهمیدم. همسرم از آن مردهایی است که هر زنی آرزو دارد همسرش باشد. مردم وقتی با همسرم حرف میزنند احساس امنیت می کنند. دوستانم میگویند خیلی خوششانسم که شوهری مثل او دارم. هر روز صبح وقت رفتن به همسرم میگویم مواظب باش او هم در جواب میگوید نگران نباش بعد همسر و پسرم از ماشین برایم دست تکان میدهند آنها دو مرد کاملا شبیه به هم هستند وقتی همسر و پسرم میروند با ماشین قدیمیم میروم خرید بعد خانه را تمیز میکنم و لباس ها را میشورم اما بعد از ظهر ها مال خودم است مثل هر روز و مثل همیشه. همسرم برای نهار برمیگردد خانه. دوست ندارد بیرون غذا بخورد. میگوید رستوران ها زیادی شلوغ هستند. با هم نهار میخوریم. ما زندگی شادی داریم. خیلی کم با هم دعوا می کنیم. به هم اعتماد داریم. وقتی غذای من تمام می شود، همسرم به مطب برمیگردد. گردد. من بعد از ظهرها به استخر می روم و نیم ساعت شنا می کنم. من سی و سه سالم است. هیچ وقت از قیافم چندان خوشم نیامده. از پیر شدن هم خوشم نمی آید. خوب می دانم اگر یک زن سی ساله بدنش را دوست داشته باشد و مصمم باشد جوان بماند باید حسابی تلاش کند. من نه معمولا بعد از شنا یا به مرکز خرید می رویم یا کتاب می خوانم. نزدیک غروب هم تدارک شام را می بینم. همسرم بعد از کار مستقیم به خانه می آید. در طول شام هر سه با هم صحبت می کنیم. پسرم از اتفاقهای مدرسه برای من می گوید. من و همسرم با دقت به حرفهای پسرم گوش می دهیم. پسرم ساعت هشت و نیم می خوابد. رویش را می کشم و موهایش را نوازش می کنم. من و همسرم تنها میمانیم. مانیم. همسرم روزنامه میخواند. گاهی هم از مریضهایش حرف می زند. اغلب به موزارت و هایدن گوش می دهیم. البته من فرق بین این دو را زیاد متوجه نمی شوم. به نظرم موسیقیشان خیلی شبیه به هم است. همسرم می گوید همشون زیبان. مهم اینه. من می گویم دقیقا شبیه به تو. همسرم لبخند پهنی می زند. خب زندگی من این است. یعنی این بود. قبل از آن که دیگر نتوانستم بخوابم قبل از اینکه بیخواب شوم دفتر یادداشت داشتم هر روز فکرهایم را رو می نوشتم ولی هفته روز بود چیزی ننوشته بودم درست نمیدانستم روزها چطوری می گذرد. دیروز کی بود فردا کی است زمان از دستم در رفته بود این زندگی را دوست داشتم از اینکه هیچ رد پایی از من توی دنیا نمیماند لذت می بردم. اولین شبی را که نتوانستم بخوابم خوب به یادم هست. آن شب خواب ترسناکی دیدم. با ترس از خواب پریدم. با خودم گفتم فقط یه خواب بود. منتظر ماندم تا نفسم به حالت عادی برگردد. خواستم ساعت را نگاه کنم که چشمم به یک سایه افتاد. از ترس نفسم بند آمد. یک پیرمرد نحیف با لباس سیاه پایین تخت ایستاده بود پیرمرد چشمهای ترسناکی داشت نمیفهمیدم خوابم یا بیدار چهره پیرمرد بی تفاوت و سرد بود نه خواب نبودم من تازه از خواب پریده بودم این پیرمرد که بود تلاش کردم همسرم را بیدار کنم جیغ میکشیدم ولی صدایی از گلویم بیرون نمی آمد. بدنم بیهز شده بود فقط می توانستم به پیرمرد نگاه کنم در دست پیرمرد یک پارچه چینی قدیمی بود. مرد پارچ را بالا آورد و روی پایم آب ریخت. صدای شلب شلب آب را روی پایم می شنیدم. انگار آب پارچ تمامی نداشت. ترسیدم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. چشمهایم را بستم و با تمام توان جیغ کشیدم. صدایی از دهانم بیرون نیامد. اما مرد یک دفعه غیب شد. بدنم خیز عرق شد. انگشتم را تکان دادم بعد یک انگشت دیگر و انگشت بعدی به زور سر جایم نشستم ساعت دوازده و سی دقیقه نیمه شب بود همسرم خواب خواب بود همیشه خوابش سنگین است هیچ چیز نمیتواند او را بیدار کند از تخت بیرون آمدم خوابم پریده بود روی کاناپه نشستم با خودم فکر کردم حتما در حالت خلصه بودم خودم تا به حال چنین حالتی را تجربه نکرده بودم ولی یکی از دوستهای دانشگاه هم این اتفاق را تجربه کرده بود او چیزی شبیه به این حالت را برایم تعریف کرده بود گفته بود حس عجیبی است تنم هنوز میلرزید چای خوردم یاد پسرم افتادم به اتاقش رفتم پسرم عمیقا خواب بود انگار آن حس فقط سراغ من آمده بود. برگشتم به اتاق نشیمن. آن پیرمرد که بود؟ چرا باید روی پاهایم آب میریخت؟ به خودم گفتم این فکرها رو از سرت بیرون کن. فقط یه خواب بود. یه خواب که خیلی شبیه واقعیت بود. همین. اصلا خوابم نمی آمد. تصمیم گرفتم کتاب بخوانم تا دوباره خسته شوم و به تخت برگردم. کتاب آنا کارنینا را برداشتم اثر تولستوی این کتاب را در دوران دانشجویی خوانده بودم ولی چیزی از آن یادم نبود روی کاناپه نشستم و کتاب را باز کردم از آخرین باری که با خیال راحت نشسته بودم و کتاب خوانده بودم چند سال گذشته بود درست است من معمولا بعد از ظهرها نیم ساعت کتاب دستم میگیرم اما نمیشود اسم آن را کتاب خواندن گذاشت همیشه غرق در فکرهای مختلف بودم. قصد وام بام متب، همسرم، مدرسه پسرم و نهار روز بعد. من به اینکه بفهمم به زندگی بدون کتاب خواندن عادت کرده بودم. حالا که فکر می می‌بینم چقدر عجیب است. وقتی جوان بودم کتاب خواندن محور زندگی من بود. من همه کتاب های کتابخانه مدرسه را خوانده بودم. همه پول تو جیبی هم صرف خریدن کتاب می شد. حتی در خوردن ناهار صرف جویی می کردم تا کتاب بخرم. ما پنج فرزند بودیم. اما هیچ کدام اندازه من کتاب نمی خاند. همیشه در مسابقه های کتابخانی شرکت میکردم تا بن کتاب بگیرم. همیشه هم برنده می شدم. در دانشگاه رشته ادبیات انگلیسی خواندم پایان نامم برنده دیپلم افتخار شد. آخرین باری که کتاب خوانده بودم کی بود؟ چه کتابی بود؟ هیچ چیزی یادم نمی آمد. چطور ممکن است زندگی یک نفر اینقدر زیر رو شود؟ آن من قدیمی کجا رفته بود؟ کسی که طوری کتاب می انگار جادو شده است؟ شب اول بیخوابی خواندن آنا کارنینا را شروع کردم. چیز زیادی از رمان را به خاطر نمی آوردم. اما خط اولش کم و بیش یادم بود. همه ی خانواده های خوشبخت شبیه هم هستند. اما هر خانواده ای به شیوه خودش بدبخت است. یادم بود قهرمان زن داستان خودش را زیر قطار می اندازد. احتمالا این جمله شروع داستان سرنخ خودکشی پایان داستان بود. گمانم یه صحنه از دوانی هم داشت. نه، خیلی خوب یادم نمی خواندن خاندن کتاب را شروع کردم. یک دفعه به ساعت نگاه کردم. ساعت سه صبح بود و من هنوز خوابم نمی آمد. آه تجربه تلخ بیخوابی دوران دانشجوییم را به یاد آوردم. نه نباید تکرار می شد. آن روزها من دانشجو بودم. می توانستم با بیخوابی کنار بیایم. ولی حالا نه. حالا من یک همسر هستم. یک مادر. مسئولیت دارم. باید نهار همسرم را آماده کنم. مراقب پسرم باشم. خودم گفتم حال نشو قرار نیست دوباره اون اتفاق بیفته هر آدمی یه وقتهایی بیخواب میشه نباید با زور بخوابی قبول کن امشب خوابت نمیاد کتاب تو بخون آن کارنینا را برداشتم و به خواندن ادامه دادم هوا روشن شد بلند شدم و به آشپزخانه رفتم صبحانه را آماده کردم به همسرم چیزی در مورد خلصه شب گذشته و بیخوابی چیزی نگفتم. همسر و پسرم رفتند. بین در ایستادم و گفتم مراقب باش. همسرم جواب داد نگران نباش. هر دویشان رفتند. یک صبح مثل بقیه صبحها وقتی رفتند نشستم روی کاناپه و فکر کردم چه کار کنم خوابم نمی آمد. خانه تمیز بود ولی دوباره همه جا را تمیز کردم روی کاناپه دراز کشیدم و دوباره کتاب آنا کارنینا را برداشتم لای صفحه کتاب چند پوست چروکیده شکلات پیدا کردم احتمالا دوران دبیرستان وقتی کتاب خواندن شکلات می خوردم. بعد از ازدواج لب به شکلات نزدم همسرم دوست نداشت من شیرینی بخورم. به بچه هم تنقلات شیرین نمیدادیم. با دیدن پوست شکلات اشتیاق عجیبی پیدا کردم تا یک چیز واقعی و شیرین می بخورم. میخواستم مثل دوران دبیرستان وقت خواندن کتاب آنا کارنینا شکلات بخورم. سریع از خانه بیرون رفتم. از شیرینی فروشی دو شکلات شیری بزرگ خریدم. بلافاصله فاصله یکیشان را گاز زدم. حالم بهتر شد برگشتم خانه و دوباره کتاب را برداشتم حتی یک ذره هم خوابم نمی آمد. احساس خستگی جسمانی هم نمیکردم. می توانستم تا ابد به خواندن ادامه دهم کل روز احساس خوابالودگی نکردم همه ی حواسم پیش آنکارنینا بود چطور تولستوی توانسته بود انقدر ماهرانه شخصیت های داستانش را به دست گیرد؟ چطور اینقدر دیر شخصیت اصلی وارد داستان می شد؟ آدم های آن دوره چقدر برای خواندن یک رمان صبور بودند؟ شاید آنها وقت بیشتری نسبت به ما داشتند؟ نمیدانم. تا عصر مشغول کتاب بودم. خسته نبودم. برای همین آماده شدم و به استخر رفتم یک ساعت بیوقفه شنا کردم به خانه برگشتم و شام را حاضر کردم تمام این کارهایم را از سر اجبار و وظیفه انجام میدادم همسرم و پسرم به خانه برگشتند چرا خوابم نمی آمد؟ احساس خستگی هم نداشتم ذهنم کاملا سر حال بود شب مثل هنوشه ساعت ده به تخت رفتم. همسرم و پسرم توی خواب عمیقه بودند. آدم های مثل همسرم کم پیدا می شوند. وقتی می خوابد دیگر هیچ چیز تا صبح نمی تواند بیدارش کند. هیچ وقت هم خواب نمی بیند. من آن شب هم خوابم نبرد. شب بعد و شب بعدش هم نخوابیدم. خواب سنگین همسرم به من کمک کرد تا زندگی شبانه تازه ای را شروع کنم. شبها به اتاق نشیمن می رفتم، آب جور را روشن می کردم، برای خودم چای می رختم و کتاب می خواندم. روزها هم مثل قبل بود. برای همسر و پسرم صبحانه آماده می کردم. بعد به استخر می رفتم. از وقتی نمیخوابیدم بیشتر شنا میکردم. کردم. بعد از شنا به خانه برمیگشتم. اگر توی استخر یا توی راه یکی از دوستها و آشناهایم را می دیدم، هم را کج می کردم. نمی خواستم وقتم را با چیزهای اضافه یا قیبتهای بیپایان تلف کنم. میخواستم خواستم هرچه زودتر به خانه برگردم و کتاب بخوانم. بعد از آنکه خوابیدن را کنار گذاشتم، پازه فهمیدم واقعیت چقدر ساده است. زندگی برای یک زن خاندار مثل راه انداختن ماشین لباسشویی است. فقط کافیست یاد بگیری چطور راهش بیاندازی. بقیهش تکرار است و تکرار. یک هفته از بیخوابیم گذشت. هیچ کس نفهمید من شبها نمیخوابم. از همیشه پر انرژی تر بودم. وقتی وارد هفته دوم بیخوابیم شدم کمی ترسیدم. طبیعی نبود. آدمها باید بخوابند. همه آدم ها میخوابند. سالها پیش خوانده بودم یکی از راه های شکنجه این است که نگذاری قربانی بخوابد. نازی ها این کار را میکردند. معمولا زندانی ها بعد از سه یا چهار روز نخوابیدن میمردند. من یک هفته نخوابیده بودم یک روز جلوی آینه ایستادم و به خودم زل زدم در کمال تعجب فهمیدم بدنم از شدت انرژی در حال انفجار است برای اولین بار فهمیدم از چیزی که فکر می کردم جوانتر و زیباتر هستم بیست دقیقه تمام به صورتم زل زدم نه اشتباه نمی کردم. من واقعا زیبا بودم. یک بار فکر کردم خودم را به یک دکتر نشان بدهم. ولی پشیمان شدم. اگر می گفتم بیشتر از یک هفته از نخوابیدم شاید فکر می کرد دیوانه شدم. شاید بیخوابیم را نوعی بیماری عصبی تشخیص میداد. تازه اگر حرفم را باور می کرد من موش آزمایشگاهی می شدم. دست و پایم را میبستند و من را از این آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگری میفرستادند. نه، تحملش را نداشتم. فقط میخواستم در حال خودم باشم و آرام کتابم را بخوانم. یک روز بعد از ظهر به کتابخانه رفتم و کتابهایی درباره خواب پیدا کردم. چیز مهمی توی کتابها نبود. همهشان نوشته بودند خواب استراحت است. مثل خاموش کردن موتور یک ماشین. توی یکی از کتاب ها به نوشته جالبی برخوردم. نوشته بود خواب انگیزه ها و تمایلات انسان ها را خونسا می کند. خواب در تقدیر انسان مقدر شده. اگر کسی از این قاعده مستثنا باشد، اساس بودن او به خطر می افتد. من نه انگیزه خاصی نداشتم. تنها انگیزه من خانداری بود. کارهای روزمره که باید مثل آدم و هنی انجام می دادم. من میتوانم این کارها را با چشم بسته هم انجام دهم. پس چرا باید میخوابیدم تا بتوانم این کارها را انجام دهم؟ زندگی من چه معنایی داشت؟ زندگی من چیزی جز تکرار این چرخه نبود. به هیچ جا راهی نمی برد. از کتابخانه بیرون آمدم. اگر خواب فقط راهی باشد که من بتوانم آشپزی کنم و خانه را تمیز کنم اصلا دیگر نمیخواهم بخوابم دیگر به خواب نیازی ندارم شاید بدنم فرسوده شود ولی ذهنم برای خودم خواهد بود ذهنم را به هیچ کس نمیدهم نمیخواهم بدنم با خواب ترمیم شود نمیخواهم بخوابم از کتابخانه بیرون آمدم در حالی که ازمی راسخ برای نخوابیدن پیدا کرده بودم دیگر از بیخوابی نمی ترسیدم کجایش ترسناک بود؟ سعی می کردم به مزایایش فکر کنم حالا ساعت ده شب تا شش صبح فقط برای خودم بودم رهای رها حالا وقت بیشتری برای زندگی کردن داشتم وقتی که فقط برای خودم بود. زمان و کیفیت زندگیم بیشتر شده بود. شاید بگویید این کار غیر طبیعی است. شاید حق با شما باشد. شاید در آینده مجبور شوم تاوان بیخوابیم را بپردازم. شاید زندگی بعدها این وقتهای اضافهی که به من داده را از من پس بگیرد. اما باید بگویم برای من هیچ اهمیتی ندارد. حتی اگر بیخوابی باعث شود جوان مرگ شوم برای مهم نیست من هشت ساعت برای خودم بودم برای هشت ساعت یک زن خاندار، یک آشپز، یک همسر و یک مادر نبودم خودم بودم لاعقل چند ساعت از شبانه روز را برای خودم زندگی می کردم. هر شب کتاب می خواندم. آناکارنینا کارنینا را سه بار خواندم. هر بار در این کتاب چیز تازه‌ای پیدا می کردم. بعد رفتم سراغ داستایوفسکی. تمام کتابهایش را خواندم. تمرکزم چند برابر شده بود. احساس می کردم همیشه قرار بوده این طوری باشم. گاهی شبها ورزش می کردم. گاهی هم از خانه بیرون می رفتم. بی هدف در خیابان رانندگی می کردم. بعضی وقتها هم به رستورانی شبانه سر می زدم و فنجانی قهوه می نشیدم. یک بار در گشتنی های شبانه پلیس به هم مشکوک شد. ساعت دو و نیم صبح بود. کنار اسکله پارک کرده بودم. به نور کشتی ها نگاه می کردم. مرد پلیس به شیشه زد. شیشه را پایین کشیدم. مرد پرسید این وقت شب در خیابان چه کار می کنم؟ توضیح دادم که خوابم نمی برد. پلیس گواهینامهام را نگاه کرد و گفت ماه پیش اینجا یه نفر رو کشتن. سه تا مرد جوان به یه زوج حمله کردن. مرد رو کشتن و به زن تجاوز کردن. بهتر شبا اینجا نیا خانم محترم. ماشین را روشن کردم و به خانه برگشتم. این تنها باری بود که در گردش های شبانه هم با کسی حرف زدم. وقتی به خانه برگشتم به همسر و پسرم سر زدم. هر دو عمیقا خواب بودند فکر میکردند دنیا مثل همیشه است ولی اشتباه میکردند دنیا خیلی عوض شده بود هیچ وقت هم مثل قبل نمیشد یک شب از اتاق همسرم صدای شکستن چیزی به گوشم خورد به طرف اتاق دویدم دست همسرم به ساعت خورده بود و آن را انداخته بود همسرم مثل همیشه در خوابی عمیق بود چه چیز می توانست این مرد را بیدار کند؟ ساعت را برداشتم و به صورت همسرم خیره شدم. از آخرین باری که صورتش را خوب نگاه کرده بودم چقدر گذشته بود؟ سالها. اوایل ازدواجمان زیاد این کار را می کردم. ساعتها در خواب به صورت همسرم زل می زدم. این کار بهم به احساس امنیت میداد. اما یک روز این عادت را ترک کردم. شاید از روزی که من و مادر شوهرم سر انتخاب اسم پسرمان بحثمان شد. مادر شوهرم از کشیش خواسته بود روی پسرم اسم بگذارد. اما من دوست داشتم خودم اسم پسرم را انتخاب کنم. آن روز من و مادر شوهرم بحث تندی کردیم. اما همسرم به هیچ کدام ما چیزی نگفت. گوشه ایستاد و حرفی نزد. از آن به بعد دیگر همسرم را حامی خودم ندانستم. من و مادر شوهرم آشتی کردیم. من اسم دلخواهم را روی پسرم گذاشتم و با همسرم هم آشتی کردم. اما مطمئنم آن اتفاق پایان نگاه کردنهای من به صورت خابیده همسرم بود. به صورت همسرم نگاه کردم. چقدر در خواب زشت شده بود؟ مطمئنم وقتی ازدواج کردیم خوشقیافه تر بود. شاید هم آن روزها همسرم را رو زیباتر می دیدم. به اتاق پسرم رفتم. به صورت پسرم زل زدم. پسرم را از جانم بیشتر دوست داشتم. اما، اما چقدر این صورت شبیه صورت پدرش است. با خودم گفتم، اگه یه روز پسرم و رو زیاد دوست نداشته باشم چی؟ اگه از پسرم متنفر بشم چی؟ این فکر مرا ترساند به اتاق نشیمن رفتم و کتاب خواندم ده روز از بیخوابیام میگذشت هفده روز است که نخوابیدم هفده روز و هفده شب دیگر حتی یادم نمی خوابیدن چه حسی دارد چشمهایم را میبندم و سعی می کنم خواب را به یاد بیاورم بیفایده است آیا من دارم میمیرم؟ اگر همین حالا بمیرم زندگیم چه ارزشی دارد؟ با مرگ من چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تا امروز خواب را به نوعی مردن میدانستم. فکر می کردم مرگ ادامه خواب است. ولی حالا میفهمم اشتباه کردم. مرگ هیچ شباهتی به خوابیدن ندارد. مرگ چیزی شبیه بیداری است. بیداری بی پایانی که من الان در خودم احساس می کنم. نه، اگر این طور باشد، خیلی وحشتناک است. اگر مرگ برای ما استراحت نباشد، چه چیز خستگی زندگی کردن من را به در خواهد کرد؟ هیچ کس نمی داند مرگ چیست. اگر بخواهید بدانید مرگ چیست، باید بمیرید. چون ممکن است مرگ هر چیزی باشد. یک لحظه با تمام وجود ترسیدم اگر مرگ به معنای بیدار ماندن ابدی و خیره شدن به تاریکی باشد باید چه کار کنم لباس راحتیم را عوض می کنم ساعت سه نیمه شب است آرام از پله ها پایین می رویم. سوار ماشین می شوم. از محله بیرون می زنم. ماشینی در خیابان نیست. فقط گاهی یک تریلی قولپیکر پیکر از کنارم رد می شود. رانندگی تریلی ها روزها میخوابند و شبها کار میکنند. من میتوانم هم روزها کار کنم هم شبها. داخل پارکینگی پارک میکنم. درهای ماشین را قفل میکنم. سعی میکنم دوران دانشجوییم را به یاد بیاورم. بیفایده است. تمام خاطره های قبل بیخوابی از ذهنم پاک شدهاند. انگار آن منی که هر شب میخوابید با من واقعیم فرق دارد. آدمها همین طوری تغییر می کنند. بی صدا و آرام. جوری که فقط خودشان می دانند. گفتنش به دیگران بیفایده است. درک نمی کنند یا در نهایت تهدیدی برای ذهن یک شکل و یک مدلشان می شوید. چند وقت از اینجا نشستم؟ دست ها روی فرمان، چشم ها خیره به تاریکی. یک دفعه احساس می کنم یک نفر بیرون ماشین است. چشم هایم را باز می کنم. یک نفر سعی می کند در ماشین را باز کند. درها قفلند. دو سایه سیاه مدام به شیشه می کوبند. باید فرار کنم. سویچ را می چرخنم. ماشین روشن نمی شود. چشمهایم را میبندم و دوباره سویچ را میچرخانم بیفایده است یک جای کار ایراد دارد اما نمیدانم کجا فکرم کار نمی کند به پشت صندلی تکیه می دهم و صورتم را با دستهایم می پوشانم توی این جعبه کوچک زندانی شدم نیمه شب است مردها ماشین را تکان می دهند می ماشین را چپ کنند گرگم می گیرد. فقط میتوانم گریه کنم.